نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 11 ربیع الاول سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این جلسه فرمودند: صاحب عروت الوثقی در باب تقلید مسئله ای را بیان می کند که در هنگامی که میان دو نفر که حکمشان مرتبط است مانند زن و شوهر، فروشنده و خریدار یا دو وارث اختلاف پیدا شد، به این گونه ای که هر کدام مقلد مرجع تقلید جداگانه هستند، باید هر یک از آنان به فتوای مرجع تقلید خود عمل کند. معظم الله با اشاره به اینکه در چنین شرایطی مثلا مرد نمیتواند به زن تکلیف کند که مطابق با فتوای مرجع تقلید او عمل کند فرمودند، اما اگر در این گونه موارد تعاصر اتفاق افتاد، یعنی انجام آن کار دچار اختلاف و مشکلی شد که نیاز به حل آن وجود داشت، باید هر دو نفر به حاکم شرع مراجعه نمایند تا او اختلاف میان این دو نفر را حل و فصل نماید. ایشان همچنین در ادامه فرمودند در عمل به تکالیف نظر اهل خبره و فتوای مجتهد اماره است، لذا اگر در موردی مکلف یقین پیدا کند که نظر اهل خبره درست نیست، مثلا اگر پزشک بگوید روزه برای تو ضرر دارد اما خودش یقین داشته باشد که ضرر ندارد، یا در موضوعی یقین پیدا کند و یا در جایی به قطع برسد که مستندات مجتهد درست نیست، یقین مکلف برای شخص خودش حجت است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. اگر کسی بین خود و خدا را سی اینجوری برداشت شد، خب برای اون عذره دیگه، اگه خطا کرده عذره. به نتیجه قطع من ای سبب کان و به ای باب کان فی ایت مسئلت کان قطع حجت، چاره هم نداره، قابل جعل و رفع هم نینه، جعلش میشه که حجت براش ارضا انواع اجتماع المسئله اینه، نه رفعش میشه که. اما اگه راست بحث اینه، اگه یقین براستی یقین داره، چرا چیه؟ به خود شیخ انصاری گفت اگه من یقین کردم که شما اشتباه کردی، شیخ چی بهش میگه؟ میگه فتوای من حجت برای کسی که ظرف شک باشه، این ظرف شک نی. بله بهش میگه دروغ داره، میگه خب ممکنه رو قرائن بفهمه این داره دروغ میگه که یقین داره. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان چهار مردان، کوچه 6، رأس ساعت 11:15 به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام، ماهواره 100، فرکانس 120.73 بیننده این نشست علمی باشید.